با درود به شما خانم رجبی، همچنین درود به همسنگران عزیز شورایی و همچنین درود به رزمندگان عزیز کانونهای قهرمان شورشی. چند کلمه درباره مسئله جنگ تبلیغاتی و شیطان سازی خدمتون عرض میکنم. از همان ابتدای پیروزی انقلاب، خمینی دجال وقتی استقبال بی سابقه ایرانیان را از نیروهای انقلابی و به خصوص سازمان مسلمان مجاهدین خلق دید، به اطرافیان و طرفدارانش حکم داد که با اتهام و شیطان سازی مردم را از دور این نیروها پراکنده کنند. خودش اولین تهمت زننده بود وقتی که گفت اینها خرمن آتش میزنند و یا اینکه اینها خودشان را شکنجه میکنند و به گردن نظام میاندازند. هدف خمینی در مرحله نخست خدشه‌دار کردن اعتماد مردم به این نیروها بود، زیرا میدید که چگونه میلیشیاهای مجاهدین در سر هر کوچه و گذر مورد استقبال و حمایت مردم هستند و با پخش روزنامه مجاهد بحث‌ها و نظرات مجاهدین درباره اسلام انقلابی را به اطلاع جوانان مشتاق می‌رسانند. سالهای بعد از خرداد 1360 تمام تلاش خمینی و دستگاه تبلیغاتیش ادامه یک جنگ تبلیغاتی تمام عیار و شیطانسازی علیه مقاومت ایران بود. خمینی می‌خواست با ممانعت از رسیدن صدا و اخبار فعالیت‌های ما به گوش مردم و با تزریق مداوم دروغ و تهمت علیه ما، مردم را از دور ما پراکنده کند. اما همین مقاومت بود که توانست شعار مرگ بر خمینی را به داخل مردم ایران ببرد. بر اساس همان سیاست شیطانسازی، نیروهای نیابتی سیاسی رژیم با کمک دولت‌های مماشاتگر و با نفوذ در وسایل ارتباط جمعی فارسی زبان، علاوه بر بایکوت خبری مقاومت، محتواهای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات و مزدورانش را به گستردگی برای ایرانیان داخل و که خارج کشور پخش می‌کنند. ضمناً با استفاده از روش‌های مختلف برای تفرقه اندازی بین مخالفین، از جمله تلاش می‌کنند که با شیطانسازی از انقلابیون 57 و گناهان و جنایت‌های شاه سابق را به گردن آنها انداختن، ما را مقصر خساراتی که رژیم به ایران وارد کرده معرفی کنند. تلویزیون‌های فارسی زبانی که کاملاً تحت نفوذ نیروهای نیابتی سیاسی رژیم و با حمایت دولت‌های مماشاتگر اخبار ما را بایکوت کرده و اخبار و محتواهای تهیه شده علیه ما، نظیر کودکان اشرف، به گستردگی تمام در داخل و خارج ایران پخش می‌کنند تا با تهمت زدن و شیطان سازی از ما، هموطنانمان را نسبت به ما بدبین و بی‌اعتماد کنند. نیروهای نیابتی سیاسی رژیم به کمک مماشاتگران و همین تلویزیون‌های وابستهشان پس از قیام 1401 تلاش زیادی کردند که اولا شعار قیام را که سرنگونی و مرگ بر خامنه ای بود عوض کرده و به کمک رسانه‌های خارج کشور به شعاری به اصطلاح مدنی و خشونت پرهیز تبدیل کنند و با تبلیغ گسترده این شعار در واقع حتی به برخی طرف‌های خارجی هم القا کردند که شعار آن قیام سرنگونی نبوده و همچنین هدف قیام نیز فقط مسئله آزادی نداشتن روسری بوده است. با این حال گسترش روزافزون و چشمگیر کانون‌های شورشی در داخل ایران بیانگر این واقعیت است که این مقاومت با جلوداری کانون‌های شورشی شعار سرنگونی آخوندها را به داخل مردم برده و سرنگونی را عملی خواهد کرد. یاران و همرزمان عزیز، این ایام مصادف است با سالگرد قیام 30 تیر. با درود به مصدق بزرگ، توجه شما را جلب می کنم به این که یکی از دلایلی که کودتای 28 مرداد 32 علیه دکتر مصدق موفق شد، تأثیرات شیطانسازی BBC و ارتجاع مذهبی و به دنبال آنها حزب خائن توده علیه دکتر مصدق بود. نقش تلویزیون های چهارگانه ماهواره و بقیه تلویزیون ها و کانال های ریز و درشت یوتیوب و بقیه شبکه‌های اجتماعی بسیار مهم و قابل توجه است. محتوای کانال‌های این تلویزیون‌ها به خوبی گویای تأثیرات مخرب و نقش ضد انقلابی آنها در همدستی با شیطان‌سازی‌های رژیم علیه ما است.
بدون شک پیروزی از آن مقاومت و مردم ایران خواهد بود و باید به این دولت‌های مماشاتگر و دستگاه‌های تبلیغاتیشان گفت که عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند. متشکرم.